بینندگان بسیار عزیز تلویزیون اندیشه و برنامه آر ویو. سوزی خاتمی هستم. این اولین برنامه هست که در تلویزیون اندیشه برای شما عزیزان علاقه‌مند پخش میشه و میتونید برنامه رو ببینید، با این امید که هر هفته بتونیم به منازل شما بیایم و با مهمانان عزیزی که دعوت برنامه رو قبول میکنن در خدمتتون باشیم. از این هفته به بعد خانم دکتر فوجان زینی، دوست بسیار عزیز من که معرف حضور بیشتر شما عزیزان هم هستن چون در رسانه‌های مختلف ایرانی و آمریکایی حضور فعالی دارن، دعوت من رو به عنوان کوهست برنامه پذیرفتن که از این بابت بسیار از ایشون سپاسگزار هستم. با وقت کمی که دارن و مشغله زیاد، قرار هست که هر هفته به ما بپیوندن در استودیو و در حقیقت هر دوی ما میزبان شما باشیم و مهماندار مهمانانی که به برنامه تشریف میارن. سلام گرمی دارم به خانم فوجان زینی، دکتر فوجان زینی عزیزم، روانشناس که در خدمتشون هستیم و حضور دارن. و اما مهمان بسیار عزیز و نازنین دیگری که واقعا احتیاجی به معرفی ندارن، روزنامه نگار، فعال حقوق زنان، خانم بسیار فرهیخته‌ای که در خدمتشون هستیم. خوشحال هستم که با این همه مشغله زیاد در این گرمای تابستان لس آنجلس دعوت برنامه ما رو پذیرفتن و ایشون رو دلیل دعوت این بود که واقعا من خودم به عنوان یک شخص کوچکی در کارهای رسانه فعالیت دارم به مدت 20 سال هست، یکی از افرادی هستن که من همیشه واقعا دنبال روی کارهاشون بودم و همیشه هر روزه ازشون سعی میکنم که یاد بگیرم. گویی که کار راحتی نیست دنبال روی یک همچین شخصیت فرهیخته‌ای بودن، ولی سعی خودم رو میکنم. خانم هما سرشار دعوت برنامه ما رو پذیرفتن، خوشحال هستم که در خدمتشون هستیم و فعالیت‌های گوناگونی رو که بهش در طول این سال‌های کاریشون در خارج از ایران بهش می‌پردازن و همچنین فعالیت‌هاشون رو به طور کلی در ایران که آغاز کردن در سن بسیار کم 18 سالگی وارد این کار روزنامه‌نگاری شدن و فعالیت کردن رو امید دارم بتونیم در این فرصت در خدمتشون باشیم و بازگو کنن. خیلی تبریک میگم بهتون به طور کلی برای همه کارهایی که در این 4 دهه در آمریکا و قبلش هم در ایران انجام دادید. خوش آمدید. ممنونم خانم خاتمی، متشکرم از دعوتتون و چقدرم خوشحالم که در کنار دوست عزیز و نازنینم خانم دکتر فوجان زینی هستم و همچنین در خدمت شما. قربان شما. منم می‌خواستم یه سلامی به همه شما بکنم و اینی که خوشحالم که با هم این فضا رو داریم شروع می‌کنیم، این برنامه رو در تلویزیون اندیشه و که در کنار شما هستم و همونطور که شما فرمودین خب نه تنها دوستی خیلی خوبی با شما دارم، بلکه همون صحبتی که فرمودین راجع به ایشون که شنبه به شنبه من دارم برنامه های شما رو گوش میدم و واقعا ازتون یاد میگیرم و چون برنامه رادیو خودم شروع کردم حالا به شما گوش میدم که ببینم که چجوری بهترین و بهترین خودم بشم. شما هر دو بسیار لطف دارین، نشونه اینه که دیگه من خیلی سالهای زیادیست که در روزنامه و مطبوعات دارم کار میکنم، دیگه یواش یواش به سن بازنشستگی و این چیزا دارم میرسم و دیگه جوانی از جوانی بهتر میشید هر روز، این خردتون و تواناییتون کمک میکنه که ماها که داریم میایم توی این فضا تازه یاد بگیم، مخصوصا فضای رادیویی، چون تلویزیون و رادیو خب خیلی من تازه فهمیدم چقدر تفاوت داره. بسیار زیاد تفاوت داره. در حال هما جان چون فعالیتشون رو همینطوری که خدمتون گفتم از سن 18 سالگی شروع کردن هست که حالا ما میگیم سال‌هاست در این کار هستن، واقعا خیلی کم سن و سال شروع کردید که هما جان، باعث شد من یکی از سوالام این باشه که اون موقع که به هر حال در اون زمان در ایران هممون زندگی می‌کردیم، باز هم شما نظرتون فعالیت‌های زنان بود، گرفتن حق و حقوق زنان که خب اون موقع با سیستم الان خیلی فرق داشت، اون موقع ما خیلی حق و حقوق داشتیم اور اتلیست فکر می‌کردیم داریم در مقایسه با الان، و حتی اون موقع هم شما همچنان دنبالش بودید و در نشریاتی هم که اهل قلم بودید و می‌نوشتید براشون، باز هم شما همیشه در این موارد سعی می‌کردید و فعالیت داشتید. چی شد که شما رو اصلا منهای کار روزنامه نگاری و میدیا و نویسندگی به این موضوع مهم شما رو علاقه‌مند کرد؟ خودم فکر میکنم که شاید هم زمانی که من داشتم رشد میکردم در ایران آن زمان، ایران دوران پهلوی، فرصت هایی که برای زنها پیش اومده بود از هر زمان دیگر بیشتر بود و امکانات این که شکوفا بشن زنها و در جامعه حضور
مثبتی داشته باشن و یا حتی حضور درست داشته باشن بیش از هر زمان دیگه بود. دخترها خیلی از نظر تعداد با رقم قابل توجهی به دانشگاه می رفتند، در محیط‌های کاری همه کار می کردند. هرچند در 53 سال پیش که من کار روزنامه‌نگاری رو شروع کردم تعداد زنان روزنامه‌نگار شاید مثلا انگشت شمار بودن، 10-12 تا بیشتر نبودن. و با نشریه شروع کردم که نشریه برای زن مدرن امروز قرار بود منتشر بشه، زن روز. از قبل از اینکه منتشر بشه استخدام شدم در برای نشریه به عنوان مترجم. اون موقع چون اصلا در برنامه من نبود که روزنامه‌نگار بشم، زبان فرانسه بلد بودم، به عنوان مترجم فرانسه استخدام شدم. و کم کم به دلیل محیطی که درش کار میکردم، محیطی که یک سردبیر بسیار آزاده داشت، آقای مجید دوامی، و واقعا هدفش و کاری که میکرد برای این بود که به زنان ارج و مقام بیشتری بده، در نتیجه برای ما زنهایی که اونجا کار میکردیم و همچنین مردان آزاده دیگر، روزنامه‌نگاران، اهالی قلمی که در زن روز کار میکردن، یک هدف بسیار با ارزش برامون به وجود اومده بود. آن این بود که زن ایرانی آن روز که زن روز بود از نام مجلم برمیاد، تا اونجایی که میشه و ما میتونیم در جهت آگاه شدن و در جهت آمادگی برای حضور در یک محیطی که داشت هرچه بیشتر باز میشد و هرچه بیشتر به سوی پیشرفت‌ها و یا دستاوردهای کشورهای غربی کشیده میشد، بهشون این اطلاعات رو بدیم. و در این حال هم ما که کار میکردیم و هم کسانی که خوانندگان اون نشریه بودن به اتفاق رشد بکنیم، چون خود ما هم نخستین بار بود که در چنین صحنه‌هایی داشتیم کار میکردیم و فعالیت میکردیم. بسیار ممنونم خانم دکتر زینی. شما در اون زمان، شما البته میدونم خیلی سن کم از ایران خارج شدید. من 12 سالم بود که از ایران اومدم به آریزونا و بعدم لس آنجلس. در نتیجه آنچنان توی این فضا تجربه به خصوصی از هیچ کدومش نداشتم، ولی خب تجربه‌ام بیشتر با مادرم بود که کسی بودش که به هر صورت در هر شرایطی اون موقع فروزنده اربابی، بله، که داشتن اون تجربیاتو خیلی داشتن میکردن. تو کسی که توی رادیو بود و بعد توی سازمان زنان و این فضایی که تجربه میشد که چقدر مردها قوی تر میتونن عمل بکنن تا زنها و کجاست که جلوی زنها رو میگیرن و زنها چه رولی رو باید ایفا بکنن تا بتونن خودشون رو بالاتر و بالاتر ببرن، خیلی سخت بود. به نظر می اومد که چقدر سخته با اینی که کسانی مثل شما، مثل مادر من، مثل کسانی، ایده‌ای که داشتن این بودش که جایگاه ما بسیار مشخصه و اگر که بهترینمون رو زندگی کنیم این جایگاه بالاخره خودش رو نشون میده. و بعد می‌دونیم خب این فقط در ایران نبود، ممکنه در فضای غرب نشون داده میشه که همه چی عالیه و همه یکسان هستن، ولی خب با تمام اطلاعاتی که امروز هم هنوز میاد میبینیم که این یکسان بودنه هنوز هم اینجا هم اتفاق نیفتاده و در صدد هستن. دقیقا همینطوری که خانم فوجان زینی، دکتر زینی هم بهش اشاره میکنم و همه ما خانم ها هم واقف هستیم که در دنیای غرب و مترقی زندگی میکنیم، هممون میدونیم که همین امروز هم در همین آمریکا یا کشورهای اروپایی، البته آمریکا یه مقداری در این بابت از کشورهای اروپایی عقب افتاده در مورد تساوی حقوق زنان با مردان، که الان یه خانومی در مقایسه با یه آقایی که کار میکنه تقریبا با یک دلار یک آقای یک خانم تقریبا 86 سنت میگیره. بنابراین این هم دنیای غرب هست که خیلی هنوز پیشرفته تر هستن از زندگی زنان ما در ایران. یه تفاوت اساسی که در کشور غربی با کشورهایی مثل ایران، مثل کشور مادری ما وجود داره اینه که در واقع برای کسب تمام حقوقی که زنها در چه در امریکا و چه در اروپا به دست آوردن، حضور خودشون و کوشش خودشون خیلی مشخص‌تر بوده. در کشورهایی مثل کشور ما که با نوع حکومت‌های خاص خودش هر کدام از این حقوقی که زنهای ایران به دست آوردن، مثل حقوق، حق رأی دادن، حق حضانت اطفال، اینها هر چند که تعداد انگشت شماری زنان بودند که حرکت‌های را انجام می‌دادن، ولی در واقع اینا به صورت هدایایی به زنان داده شد از طرف شاه مملکت
و حق رفتن به دانشگاه، فرض کنیم که رضا شاه، حق رأی محمد رضا شاه. و به همین جهت من اگه بخوام مقایسه بکنم خودمون رو با زنان غربی در دوران قبل از انقلاب که در ایران زندگی میکردیم، چندان آگاهی نسبت به اینکه خود ما باید چقدر کوشش بکنیم برای که این حقا رو به دست بیاریم نداشتیم. البته همطور که دکتر زینه نازنین اشاره کردن، آگاه بودیم به نقض حقوقمون، آگاه بودیم به اینکه حقوق کمتری میگیریم، آگاه بودیم به اینکه زن باید دو برابر مرد کار کنه تا نشون داده بشه در محیط کار خودش که توانایی کار کردن رو داره. ولی همیشه همه این چیزها توی سینی طلا و نقره به ما داده شد و من همیشه راجع به این موضوع هم صحبت میکنم که به دلیل اینکه کوشش زیادی زن ایرانی نکرد برای اینکه حق خودش رو خودش به دست بیاره، خیلی هم راحت در انقلاب جمهوری اسلامی اون رو از دست داد و زیر چادر رفت. بسیارانی که در خیابونا ریختن و فکر کردن که با کشیدن چادر سرشون و رفتن و حمایت از انقلاب و یا حکومتی به نام حکومت جمهوری اسلامی حق و حقوقی به دست میارن که حالا چون آگاهی نداشتیم، دموکراسی رو خوب نمیشناختیم و اینی که برای حق حقوق چه کار باید بکنیم و چون به راحتی کسب کردیم به همون راحتی هم از دست دادیم. یکی از مواردی که به نظرم میاد و خیلی دیدم توی اشخاصی که از ایرانیانی که خب تازه از ایران تشریف آوردن و با هم کار کردیم، اینه که خیلی موقع در فرهنگ ما حق مسلم زنان ایرانی هم بوده که ازشون از نظر مالی نگهداری بشه، یعنی یا از طرف پدرشون و بعد از طرف پدرشون میرفتن دست همسرشون و حتی اگر قرار بوده که درآمدی در بیارن اگر کاری میکردن، تصورشون بوده که این حق مال زندگی نیست، این مال بازی منه و در نتیجه اون حق منه که از من نگهداری بشه نظر مالی. و خب این جریانی که شما میفرمودین که جزء هدیه است، این هدیه همینجوری جزء ارث پدری ما شده که بد باشه. از یه لحاظ خب ممکنه که یک راحتی رو بر آدم به وجود بیاره، ولی از یه لحاظ دیگه اون کوشش، موتیویشن، انگیزه ای که منم که باید بکوشم برای خودم رو در حقیقت جلو رشد میگیره. دقیقاً. آیا شما هر دو خانم فرهیخته که اینجا نشستین و داریم راجع به این مبحث خانم‌ها و اینی که خانم‌ها به طور کلی در اون زمان به این شکل فکر می‌کردن و حتماً هم همینطور بوده ترادیشنالی، آیا فکر می‌کنید که این واقعاً چند درصد عوض شده در دنیای امروز؟ راجع به خانم‌های ایرانی دارم صحبت می‌کنم، نه غیر ایرانی. خانم‌های ایرانی ما الان، بچه‌های ما، اونایی که توی دهه 30 زندگیشون هستن، دارن ازدواج می‌کنن، آیا شما این درصد رو چقدر تفاوت درش میبینید که حالا که دخترای ما که همه تحصیل کردن بعد وارد زندگی میشن، شما چگونه میبینید؟ چون من بعدن خودم هم چیزی رو که من متوجه شدم و دوست دارم باهاتون در میون بگذارم، ولی شما این فرق رو چجوری احساس میکنید؟ How is it getting better if it is getting better؟ من فکر کنم که اگر راجع به ایرانیانی که در ممالک دیگه داریم صحبت میکنیم نسبت به فرهنگ اون مملکت، اگر مملکت غربیه، این خب خیلی تغییر پیدا کرده به اینی که اشخاص مایل هستن که درآمد خودشون داشته باشن، بیزنس های خیلی قوی رو خانم ها دارن میذارن و موارد اینی که اصلا من دوست دارم که توی ازدواج حتما مهره اساسی باشم داره قدرت بیشتری میگیره. اگر منظورتون اینه که آیا در ایران تغییری پیدا کرده یا نه، در فکر میکنم رده خیلی جوانتری، مثلا 20 ساله ها 30 ساله ها، در یک قشر خیلی خیلی کمتر شهری من فکر میکنم که یک مقدار تفاوت پیدا کرده. اون کسانی که مخصوصا که در صدد هستن که بیزنس هایی رو بزنن و برای خودشون کار بکنن، این رو هم در ایران میبینیم که خیلی زیادتر شده. در اینجا در این قشر به نظر میاد که زیادتر شده، ولی یک قشر بسیار بسیار هنوز سنتی وجود داره که دخترها حالا اگه 9 نه حداقل تا 18 قراره که حتما برن خونه شوهر و قاعدتا حتی اگر هم دانشگاه رفته باشن که میدونیم دکترها خیلی زیاد دارن میگیرن بانوان ایران و دانشگاه دارن میرن، ولی هنوز دوباره بر میگردن توی اون فضا. یه قسمتش هم اینه که من فکر کنم در ایران هنوز جایگاه کاری برای زنان اونقدر در هر رشته بالا نیست که اگر کسی رفته اون کار کرده، مگر اینکه برن بیزنس های خودشونو بزنن. ولی چه تغییر پیدا کرده در ایران، ولی در قشر خیلی کوچیکی به نظر من.
من فکر میکنم که در کشور امریکا یا در کالیفرنیا یا در لس آنجلس که ما داریم زندگی میکنیم، نگاهی که به زنان خارج از ایران من میندازم، دو دسته کاملا متفاوت رو میبینم. گروهی که یا از زمانی که بعد از انقلاب اینجا اومدن خودشون تحصیل کرده بودن، اهل کار بودن و در واقع کوشنده هایی بودن که از پا نایستادن و ادامه دادن کارشون رو، بعضیاشون حتی به دانشگاه رفتن. خود من اینجا برگشتم به دانشگاه رفتم، کار که پیدا نمی کردیم اول که، و تحصیلم رو ادامه دادم. خیلی دیگه هم چنین کاری رو کردن و در شرایط انقلاب زدگی، در شرایط غربت، در شرایط حضور در یک کشور ناآشنا، زنان نسل من بسیار بهتر از مردان عمل کردن. یعنی براشون چون امکانات زندگی فراهم شده بود، امکانات کار کردن فراهم شده بود و اینجا کار زن یه کار کار کردن زن بسیار عادی به نظر می رسید، همه رفتن در شرایطی شروع به کار کردن که بسیارانی از زنان در توانایی پایین‌تر از توانایی خودشون کارهایی رو گرفتن و بسیار موفق شدن. در نسل دوم دختران و پسرانی که در اینجا یا به دنیا اومدن یا موقعی که زیر 10 سال بودن وارد اینجا شدن، دخترها یه مقدار زیادی فرصت این رو رفتن پیدا کردن که دانشگاه بدن. به باور من و به نگاه من پسرای نوجوانی که با پدر و مادر اومدن بار زندگی رو بیشتر کشیدن، اونها دانشگاه نرفتن. الان یک تفاوت دختران تحصیل کرده داریم در مقابل پسران پولدار تحصیل نکرده و این یک موقعیتی رو به وجود آورده خیلی خیلی خاص منطقه کالیفرنیای جنوبی و لس آنجلس. در نتیجه من میبینم به چشم غیر حرفه‌ای خودم، فقط روزنامه‌نگار، چون روزنامه‌نگار کنجکاو، شما حرفه‌ای دنبال مسائل میگه، به چشم کنجکاو خودم میبینم که در بین نسل جوان دختران ایرانی در خارج از کشور، در جنوب کالیفرنیا و در شهری که ما هستیم، تمایل به اینکه کار نکنن و زن یه مرد پولدار بشن و از نعمات داشتن اون پول و زندگی راحت بهره بگیرن یه مقداری بیشتر دیده میشه. وقتی این اگه بخوایم مقایسه بکنیم با دختران جوانی که در ایران هستن و چقدر همشون دارن کوشش میکنن که هم درس بخونن، هم کار بکنن، هم مبارزه بکنن، هم جایگاه خودشون رو داشته باشن، در اون تحت اون رژیم ستمگری که دائم با زنا سر ستیز داره، واقعا به نظر من دخترای جوان، نسل جوان زنان ایرانی خیلی بهتر دارن کار میکنن. خب چقدر خوشحالم که در این راستا من درست همون کنجکاوی شما رو داشتم و به همون نتیجه‌ای که شما هم رسیدید من رسیدم. برای همین برام جالب بود، چون من فکر می‌کردم که در اون زمان به خاطر مسائل ترادیشنالی که در ایران داشتیم، خب خانم‌ها طبیعتاً دوست به هر حال در منزل بودن و کارهای خانه رو می‌کردن و توقعم این بود که آقا کار کنه پول در بیاره. و برام خیلی جالب بود در این دهه به خصوص جدید که دختر خانم‌هایی که در آمریکا، حالا در لس آنجلس جایی که دارم زندگی کنم، بیشتر میتونم نظر بدم، میبینم که تحصیلاتم انجام دادن، دوره های فوق تخصص پزشکی هم حتی خوندن، ولی بعدن توقع دارن که یک شوهر پولداری از راه برسه و اینا دیگه بشنن در منزل و شوهرشون هم پولدار باشه. این نه اینکه اشکالی داشته باشه ها، ایرادی نمیگیرم، هر کس هر کار دوست داره میکنه، من فقط برام جالب بود که یک خانومی که این همه زحمت میکشه و میخواد حق و حقوق خودش رو داشته باشه در اجتماع امروز به خصوص، چجوری حاضره که تن به یک همچین کاری بده و بشه مثل باز نسل مادر بزرگهای ما. من حتی نمیتونم بگم مادر من، چون مادر منم یه خانمی بودن که در ایران اون زمان کار میکردن. در نتیجه برام خیلی جالب بود این. یه قسمتی رو که من نگاه کردم به این مسئله اینه که اکثر کسانی که رفتن درس خوندن تقریبا زمانی که به زمان ازدواجشون میرسه، این خانم ها درست زمانیه که توی یک دهه به خصوصی قاعدتا دیگه باید به خاطر بایولوژیکال کلاک، به خاطر بدنشون، باید حتما ازدواج بکنن و باردار بشن. یعنی معمولا تا دیگه پزشک بشن، دکتراشون رو بگیرن، کارشون انجام بدن، دیگه رسیدن به 30 و خورده‌ای تا بگین 40 تو این موقعیت هستن. در اینچه خب خیلی بیشتر کمک میکنه که اگر در اون زمان تازه نرن شروع کنن حرفه هاشون رو درست کردن و به وجود آوردن، خیلی راحت تره که اگر که در خونه باشن و بتونن بچه هاشون بزرگ کنن. این قسمتی که من دیدم خیلی داره رشد میکنه اینه که وقتی بچه ها بزرگ میشن، یعنی مثلا بچه ها که دیگه 18 سالشون میشه، 15 سالشون میشه،
خیلی از این بانوان یا حتی بانوانی که تحصیل نکرده بودن و الان داره بچه‌هاشون بزرگ میشه، چون هویتی وقتی که از خودشون پیدا نمی‌کنن، تازه این گروه شروع کردن دارن خودشون رو پیدا میکنن، دارن اگر که متمول هستن شروع میکنن به ارگانیزیشن های کمک کردن به، یعنی خودشون رو تو اون فضا حرفه‌ای میبینن، هنری و یا بیزنس های رو میزنن. در نتیجه در فضای غرب یک جایی به هر صورت زن این حس رو داره میکنه که برای اینی که وجود شخصی خودم رو بهش افتخار بکنم باید هنر خودم و وجود خودم رو یک جوری ارائه بدم. حالا دیگه در کدوم دهه این کار رو انجام میده بستگی داره به شرایطش. خب اینجای امیدواری اگه این اتفاق بیفته، ولی یه ذره آدم فکر میکنه که اگر به یه نحوه زندگی، شیوه زندگی عادت بکنی، تو مدت طولانی این کار رو بکنی، شاید برای سخت باشه. و در این حال یه مسئله که بسیار مهمه در کشوری که ما زندگی میکنیم، در کشورهای غربی، امکانات کار کردن برای زنانی که بچه دارند دقیقا فراهم هست، با مهد کودک هایی که هست، با بیمه های خاص، با مرخصی هایی که برای بارداری بهشون میدن. الان در متاسفانه الان یادم رفته، ولی در یک کشوری فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در استرالیا یا کشور همسایش نیوزیلند، بله، خانم نخست وزیرش تازه باردار بوده، هفته پیش یا دو هفته پیش بچه وضع حمل کرده و بچه‌شو داره، ولی خب نخست وزیر یه مملکتی هم هست. یعنی این تصور باید از تو ذهن ما بیرون بره که با باردار شدن و با بچه دار شدن توانایی زن یه مقدار زیادی کاهش پیدا کمی کاهش پیدا میکنه، ولی نه اونقدر که او رو پابند شبانه روزی خونه بکنه با امکاناتی که اینجا وجود داره. و بچه هایی که توسط ببخشید دارم در قسمت شما در روانشناسی میکنم، من شدیداً لذت میبرم، بچه هایی که در خانواده‌ای که مادر سرفراز دارن، مادر سربلند دارن، مادر مستقل دارن، با اونها بزرگ میشن، تعداد کمتری ساعت هم با مادر خانه نشین عصبانی افسرده بزرگ میشن، حتما بچه های سالم تری در میاد. بسیار. پوینت جالبی رو بود. یه ریسرچی اومده بود اتفاقا پیروزا که جولای انجام شده بود، میگفتن کسانی که در خانواده خودشون و در کودکی خودشون مشکل داشتن، مثلا مشکلایی طلاق گرفته شده بوده، جنگی بوده، ابیوز شدن، چه فیزیکی، چه جسمانی، چه جنسی، هر کدوم اینها، توی این ریسرچ نشون داده بود که بچه های اونها هم رفتارهای خیلی خیلی نگران کننده‌ای براشون به وجود میاد. و اولی ریسرچ هایی که اومده بود میگفتن اگر که تو بچگی مشکلی برات پیش اومده، خودت وقتی بزرگ شدی این مشکل داری. این ریسرچ خیلی جالب بود، میگفت نه، اگه تو بچگی اتفاقی برات افتاده، حتی اگر خودت رو هم تنظیم کردی تو دنیا، بچه تو به هر صورت مشکلات رفتاری به وجود براش به وجود میاد، اگر که کاملا خودت رو نرفته باشی و کامل بکنی و درست بکنی. و این مسئله خیلی جالبیه که به هر صورت هر کسی تو کودکی ممکنه یک سری بالا پایینا داشته باشه و چقدر کمک میکنم که شما میفرمایین توی رشد خودش در جوانی مسئول خودش بشه که چجوری خودش رو التیام بده و سرفراز باشه برای اون کسی که هست و هویتی که هست، قبل از اینی که بچه دار بشه و بخواد این حضور رو به بچه خودش بده. خب حالا نه اینکه بخوام حرف رو عوض بکنم، ولی چون داریم راجع به خانم ها صحبت میکنیم، بیشترم خب خانم های ایرانی، هممون فعلا خانم های ایرانی هستیم که اینجا هستیم، ولی ما در لس آنجلس هستیم و با صحبت ها و خبرهایی که در سوشال میدیا داریم راجع به زنان فعال ایران میبینیم، میشنویم، we cannot ignore it. یعنی اگر دوست دارید یا ندارید، احساس میکنید آدم سیاسی هستید، نیستید، اونها رو سپورت میکنید، نمیکنید، به هر حال داریم میشنویم و میبینیم که خانمهای ایران چجوری دارن فعالیت میکنن در این 30 سال یا 40 سال گذشته. و همین تازگی چند روز پیش حتی دیدیم که یک دختر خانم بسیار جوان مشکلاتی براش پیش اومد به خاطر اینکه در منزل خودش رقصیده و البته خب اینو آبیسی گذاشته روی سوشال میدیا که دیدن، ولی به هر حال به خاطر این کار با مشکلات بسیار زیادی روبرو شده و بعد عکس العمل همه آدم هایی که با این مسئله واقعا پیدا کردن در سراسر جهان. یکی چند تا کلیپ هم داریم در این مورد که حالا
بعد از اینی که از خانم سرشار نظرشون رو خواستم راجع به این، چون میدونم در فیسبوک خودشون هم گذاشتن و براشون به هر حال ساپورت میکنن همیشه حق و حقوق خانم های ایرانی رو، نظرشون رو میپرسیم، بعدم چند تا کلیپ رو میبینیم. خانم سرشار شما نظرتون چی هست راجع به این واقعه اخیر؟ نظر من این هستش که زنان داخل ایران رو من همیشه با شیشه مقایسه‌شون میکنم و میگم که درست مثل یه شیشه هستن که هر چقدر سعی بکنن یه ضربه بهشون بزنن بشکنن تیزتر میشن. در نتیجه هر کدام از این اتفاقات که میفته با نهایت تعجب، بعضی موقع هم تعجب، چون میبینم که یک به یک پشت سر این هر کاری که حکومت جمهوری اسلامی داره میکنه برای سرکوب زنان، برای نگه داشتن پیشرفتشون، برای تحقیرشون، برای هر مانع به وجود آوردن در زندگی روزانهشون، زنای ایرانی از یه جای دیگه به یه صورت دیگه و با توان بیشتری وارد صحنه میشن و مقابله میکنن. نمونهش هم همینی که شما الان اشاره کردید، نمونه دختر جوان 17 ساله مائده حجبری، موقعی که رقص خودش رو در اتاق خونه خودش با تلفن دستی خودش روی اینستاگرام میذاره و دستگیر میشه همراه با 3-4 دختر دیگه و یک پسر که او هم همین کارو میکرده، مربیان رقص بودن، آنچنان از طرف مردم داخل ایران و از طرف مردم خارج از ایران جهانی به صورت جهانی مقابله شده که همین امروز، همین الان که من توی ماشین داشتم میومدم به استودیو، آخری خبر رو شنیدم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی بهشون اعتراض شده، به رئیس صدا و سیما اعتراض شده از طرف معاون نخست وزیر، از طرف وکلای توی مجلس، چند وکیل و از طرف مسئولین قضایی که این کاری که اینا کردن، علاوه بر این که خب یه نوعی حالا از دیدگاه ما تحقیر و زن ستیزی است، برای اینکه جلوی یه نوع حرکت هایی که اصلا لازمه زندگی یه جوان 17 ساله اینه که بخنده، شاد باشه، برقصه، دارن میگیرن، کارهاشون خلاف قانونه. یعنی حتی قوه قضاییه بهشون دستور پخش این برنامه رو نداده بوده، این اعتراف گیری رو، و شخصی که اعتراف گیری رو داشته بازجویی میکرده دختره اصلا مسئول قضایی نبوده، معلومه که از بازجویی یا فتاست یا نارجاست یا هر کدام از اینا. و این وضعیتی که اتفاق افتاده، خب حرکت بلا فاصله هشتگ برقص تا برقصیم و حرکت های امثالمون که زنان داخل و خارج ایران، یک مادر بزرگ، یک پسر جوانی، آقای آزاده و گروه های دست جمعی، همه شروع کردن به رقصیدن که بگن رقص اصلا یه بخشی از زندگی انسان دیگه، این رو هم اگه میخوان بگیرن دیگه در اماکن عمومی که نرقصه، تو خونه خودش رقصیده، و جرمی که میخوان بهش ببندن جرمی نیستش که خلاف عفت عمومی، منافی عفت یا همچی چیزایی رو بهش میبندن، واقعا به صورت یک جنایت یا جرم دارن نگاه میکنن برای زنان. و اینا هر کاری که میکنن به این نتیجه میشه رسید که مثل اینکه دارن دست و پا میزنن برای اینکه در این گردابی که افتادن یه جوری شلوغ بکنن و مردم رو، حواسشون رو از مسائل و مشکلات دیگری که در اون مملکت، بی آبی هست، بحران هوای آلوده هست، اتفاقی که روز پیش در سنندج افتاده، تعدادی که کشته شدن، تجاوزی که به 41 دختر کردن که اصلا تمام اینا رو دارن سر صداشون رو میندازن برای که جلوی صحبت کردن و اعتراض به اون قضایا رو بگیرن، فقط یه کوشش مذبوحانه است از طرف جمهوری اسلامی و حکمرانان اون حکومت برای اینکه این چند روز باقی مانده زندگیشون رو هم به فضاحت بگذرونن و این چنین به زنان ایرانی توهین بکنن. این نظر من به واسطه در این راستا، قبل از اینکه نظر خانم دکتر زینی رو به عنوان یک اکسپرت در مورد خنده رقص درمانی و اینی که چقدر لازمه برای همه ما که برقصیم تا شاد باشیم بپرسم، میریم با هم این کلیپ هایی که الان خانم سرشار بهش اشاره کردن، یکی دو تا کلیپ داریم از اتاق فرمان خواهش میکنم برای ما این رو پخش بکنن، با هم نگاه میکنیم. در ادامه برنامه آر ویو با شما خواهیم بود. با سلام و درود و امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این قسمت قصد داریم کمی درباره مائده حجبری، دختر مشهور اینستاگرامی صحبت کنیم که در این روزها خبر دستگیریش به شدت به اوج رسیده. چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و برای حمایت من تو هستی. اسم تو لبامه ستاره، وای ستاره.
مائده حجبری متولد سال 1380 در تهران و ورزشکار رشته. خب این یکی از کلیپ ها بود که با هم نگاه کردیم. چند تا کلیپ دیگه هم داریم. یک کلیپ هم داریم رقص آذری یک مادر بزرگه که دیدنش خارج از لطف نیست. هر موقعی که اتاق فرمان اون رو هم داشته باشن با هم یه نگاهی میکنیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. خب مثل که اشکال فنی داشتیم در این فاصله تا اتاق فرمانی رو آماده بکنن برامون، دوست دارم نظر خانم دکتر زینی رو هم راجع به کلن رقصیدن و شاد بودن بپرسم که فهم کنم برای همه سنها جایز هست، به خصوص تینیجرها و نوجوانان. من که عاشق رقص هستم، شما رو نمیدونم. قاعدتا برای اینه که مسائل دنیا و چه در ایران باشیم چه در امریکا چه در هر جای دنیا باشیم، بزرگ شدن یه دختر 17 ساله یا جوانایی که دارن بزرگ میشن، مسائل بحرانی زندگی که از کودکی برن توی بزرگسالی در داور هست. و توی اون زمان وقت شما در فضایی هم باشین که بهتون میگه که خیلی از کارهایی رو که اومدین شروع بکنین و تجربه کنین وقتی از کودکی دارین میرین توی بزرگسالی و لذت خودتون رو ببندی رو، همه این لذت‌ها تقریبا بسته میشه جلوتون. پس هر نوجوانی در جایگاهی داره سعی میکنه که خودش رو ارائه بده، بودن خودش رو ارائه بده. شادی برای همه ماها در همه زندگی خیلی مهمه و در نتیجه کاری که اشخاص میکنن، مخصوصا خانواده ایرانی، لطیفه گفتن، از هر مسئله دردناکی خوشمزگی به وجود آوردن، در کنار هم جمع شدن، پیکنیک گذاشتن و حتی با قابلمه زدن و آدم ها بلند شدن توی پارک رقصیدن جزوی از فرهنگ ما بوده. یعنی الزامن اینی که اشخاص میرقصن مشکلی نبوده و اینی که آیا کمک میکنه برای اینی که کلن مواد شیمیایی بدن شما رو به شر هیجان بیاره و بتونه که ذوق رو درتون به وجود بیاره، در اون شکی نیست. ولی به نظر نمیومد که مشکل فقط رقصیدن بود، برای اینکه ما کلیپ هایی که آقایون میرقصن یا حتی رقصای محلی انجام زیاد میدادن یا حتی مادر بزرگا حتی میرقصیدن و توی یوتیوب بود، هیچ کس نمیومد دنبالشون. به نظر میاد که کسی بودش که یک رقصی رو داشت انجام میداد که یک مقدار بیشتر حالت لوندی درش بود و بعد داشتن آدم ها اطرافش می اومدن و مثلا کلیک های بیشتر و بیشتر می گره و جلب توجه می کرد و این جلب توجه کردن برای این مسئله یک دفعه فضا رو به وجود آورد که خب پس این اگر که قرار این نوع مسائل جلب توجه بکنه، بیشتر اشخاص ممکنه به طرف این مسئله برن و از اونجا به نظر میاد که گرفتاریش برای این خانم به وجود اومد. ولی یک چیزی رو که من خیلی تازگی ها دارم لذت میبرم ازش و اون هم اینه که با اینکه سوشال میدیا خب خیلی زیبایی ها داشته و خیلی نگرانی ها برای آدم ها داشته و خیلی ها برمیگردن میگن که آمار نشون داده که افسردگی انزوا رو برای انسان ها به وجود آورده، ولی یک نکته زیبایی این سوشال میدیا به وجود آورده و اینم موومنت هایی که یک دفعه دنیا رو بلند میکنه، نه اینی که فقط حالا یک محله کوچیکی که یک چیزی رو متوجه شده توی خودش بلندشن یا همون گروه بلندشن بعد مجبورشن بخوابن به خاطر اینی که زور میتونه به همونجا وارد بشه. یکی دفعه میبینین پخش دنیا میشه، مثلا می تو موومنت، همه enough movement، همه اینا رو که شما نگاه کنید میبینین یک لحظه که اتفاقی میفته که نه فقط یک گروه، یک فرهنگ به خصوصی، یک زن یا مرد، دنیا براش بلند میشه چون میبینه و این فرصت رو داره که ببینه که اون وقت شاید کاری براش انجام بشه. خب این تکنولوژی جدید، اینترنت، رسانه های اجتماعی، تلفن های دستی، از هر انسان روی کره زمین یک روزنامه‌نگار، یک شهروند روزنامه‌نگار درست کرده. دقیقا. البته خوب و بد داره، ولی موقعی که دقیقاً حرف شما رو میخوام اینجا منم تایید بکنم، موقعی که مقایسه میکنی توی ترازو میذاری میبینی خوبیش بهتر از بدیشه. و اینی که الان همه ما انگار داریم در یک دهکده جهانی زندگی میکنیم، همه از همدیگه خبر داریم، هیچ چیز دیگه نمیتونه پنهان انجام بشه و این مسئله که پنهان نمیتونه انجام بشه ممکنه یه مقداری به آزادی‌های فردی افراد تجاوز میشه در یه زمینه‌ای، ولی در زمینه‌هایی که کتک میزنند، میکشند، نمیدونم در خیابون‌ها بچه‌ها رو میگیرن، گرفتارشون میکنن و بچه جوان دیگری اونجاست مشغول فیلم برداری که بذاره روی
رسانه اجتماعی که برای تمام دنیا بدونن که حالا ما چون توجهمون به ایران داریم راجع به ایران صحبت کنیم، در ایران چه داره میگذره، این همه ما رو یه جوری به هم وابسته همیجور. کرده که مثل اینکه هر اتفاقی هر جای دنیا میفته یه جای بدن من و شما داره درد میگیره، اگه یه اتفاق خوبی هم میفته ما خوشحال میشیم. مثل همین اتفاقی که الان برای این بچه های گروه جوان فوتبالیست که در غار گیر کرده بودن و همه جهان نگران این 12 بچه و مربیشون بودن در تایلند، که خب خوشبختانه همه هم نجات پیدا کردن و این خبر رسانی، این که از این وسیله های تکنولوژی دارن استفاده میکنن، واقعا یکی از دستاوردهای اعجاب آور و پر از شگفت انسانی است که امیدوارم در تمام این حرکاتی که در داخل ایران میاد همیشه به کمک بچه های جوانی که دارن کوشش میکنن و همه یه کوششگران کنشگران دیگر حقوق بشر که در داخل ایران هستن برای که صداشون به خارج از ایران بیاد برسه. به امیده که این نوع شفافیت جایگاهی رو به وجود بیاره که اگر کسی کار ناشایستی به هر صورت در صددش هست که انجام بده، یک مقدار تعمد بکنه به اینی که آیا من حاضرم این کار ناشایستی که انجام میدن در دنیا یک دفعه پخش بشه. یعنی این چند ثانیه‌ای که شاید فکر بکنه ممکنه اون رو باز بداره به یک حرکتی دردآور برای کسی دیگه. مسئله جالبی رو خانم دکتر زینی بهش اشاره کردین، با همه جالبی صحبت‌های تکنولوژی و اینی که با این مسائل خب بالاخره همه چیز همه جا در آن واحد پخش میشه، همه باخبر میشن، همه ژورنالیست شدن، همه مطلع، ولی بعضی‌ها هم معتقد هستن، من در بعضی مقالات خوندم که خیلی مسائلی هم که اتفاق میفته که مسائل ناخوشایندی هست، بعضی ها کاپی کت میکنن و بعد به قول شما دیگه اون فکرارم نمیکنن که حالا بعدن این اگه همه جا تازه خوشحالم میشن، چون آدم های همه دوست ندارن کارهایی که میکنن نتیجه مثبتی باشه، بعضی هم در راه های منفی دوست دارن معروف بشن، همه لزوما نمیرن یه چیز رو کشف کنن که بگن به بچه کار خوبیشون کرده، بعضی ها تازهرن مثلا یه در بکشن باز از لانگزی که اسمشون اومده باشه یک جایی، اونا هم این کار میکنن. برمرین راجب اون نظرتون چی هست؟ به نظر من به هر صورت پیامدش میاد. ببینید کسانی که به هر ما به قولی حال میگیم راه رنگ دارک ساید رو انتخاب کردن، جایگاهی رو انتخاب کردن که در منفی بودن لذت ببرن و زندگی کنن، به هر صورت پیامد داره. نه اینکه این گروه قبلا هم نمی‌کردن، حالا یه راه دیگه ای پیدا می‌کردن انجام بدن، ولی زمانی که در خفا بود پیدا کردن یا پیامد بهشون دادن مشکل تر بود. الان اگر که در سوشال میدیا هست، صورتش هست، همه وجودش هست و خیلی سریع. این اتفاق میفته. یعنی حتی یادمه که یکی از این کسایی که اینترنت شو داشت، یه پسر امریکایی بود که اینترنت شو داشت و دیگه خیلی ذوق کرده بود که هر فضای حرکات عجیب غریب منفی داره انجام میده، تا اینی که بلند شد رفت حتی یک جایی و یک پسر دیگه داشت خودکشی میکرد و این نگه داشت کامرا رو که اون طرف جلوی دوربین خودکشی بکنه عجب. در یه مملکت دیگه و بلند شدن، این همین مسئله که الان برای این خانم دختر خانم 17 ساله پیش اومد، بلند شدن همه که تو حق نداری و یوتیوب چنلش رو کشیدن پایین، رفتن حتی سعی کردن که ببرنش به کورت، البته چون کار اشتباه خودش کار نکشته بود کارش نمیتونستن بکنن، ولی یوتیوب چنلی که چند میلیون نفر داشتن نگاه میکردن قطع شد و اومد معذرت خواهی کرد. ببینید اینا کمتر اتفاق میفته که کسی اون وقت در جایگاهی نگه داشته باشه در فضای عمومی که تو کاری که داری میکنی اشتباهه. هر چیز، هر اتفاق تازه، هر دستاورد تازه یه مدتی زمانی وقت لازم داره برای اینکه جا بیفته. من مطمئنم که برای رسانه‌های اجتماعی هم به زودی قوانین خاص خودش وضع خواهد شد، کشورها به اتفاق باید، چون این فضایی است که متعلق به هم است، به یه نتایجی برسن که جلوی یه سری کارها رو بگیرن. مرتب می‌بینیم در همین خبرها که مثلا همین دو روز پیش هم باز آقای مارک زوکربرگ رو به شورای مشورتی مجلس بردن و ازش سوال میکردن که چطور میشه فیسبوک رو از نظر ایمنی برای بچه های جوان یا برای کاربران فیسبوک بتونن اینا درسترش بکنن. در نتیجه این زمانی که لازم هست تا این رسانه اجتماعی که خیلی هنوز در
در دوران بچگیشون هستن، یه ذره پخته بشن و به بلوغ برسن، یه مقداری توش اشتباهات خواهد شد و مسائل و مشکلات داره، ولی من امیدوارم که اینا برطرف بشه و به عنوان در وسایل و دستاوردهای خیلی مثبت ازش استفاده بشه. همینطوره، به هر حال پوینت های مثبت خیلی بیشتره با حضور و وجود تکنولوژی و سوشال میدیا تا منفی. همیشه به هر حال هر چیزی هست تو سایز اینتوئید، ولی مثبتاش بیشتره تنگات. و ما چون به دقایق پایانیمون داریم سری نزدیک میشیم که باورم نمیشه، من فقط دوست داشتم، چون همینطور که در اول برنامه اشاره داشتم، خانم هما سرشار که نویسنده، ژورنالیست، فعال حقوق زنان و خیلی کارهای دیگر در طول سالهای فعالیت کاریشون انجام دادن، میخواستم فقط در پایان به یک مطلب دیگری که میدونم یک ارگانیزیشن رو در لس آنجلس دایر کردن و اون هم در حقیقت کمک به هنرمندان جوان ما هست که در ایران به خصوص هستن، و خانم هما سرشار خیلی علاقمند همیشه به کمک کردن به هم نوعان خودشون هستن، به خصوص هنرمندها رو خیلی سپورت میکنن و دوست دارن که اونها رو هم به هر حال زیر پوشش خودشون داشته باشن. یه مقداری راجع به این ارگانیزیشنتون لطفا بگین و کارهایی که میکنه، و اگر جوانهایی هستن که خب به هر حال این برنامه در همه جا داره پخش میشه و دیده میشه، اگر اونها احتیاجی به کمک دارن به چه طریقی، چه جوری میتونن با شما تماس بگیرن، امکاناتش چطور هست؟ بنیاد هنر بنیادی است که یه چیزی حدود 10 سال الان بیشتره که من درست کردم، غیر انتفاعیه و کاری که انجام میدیم و مسئولیتی که به عهده گرفتیم اینه که به هنرمندان ایرانی خارج از کشور، چون امکان کمک مثلا مالی اینا به کسانی که در داخل ایران هستن نیست، نمیشه پول رد و بدل بشه، ولی بسیاری از هنرمندان جوانی که از ایران میان تازه وارد امریکا میشن و میخوان اینجا زندگیشون رو شروع بکنن، به عنوان هنرمند یه جوری ارتباط با جامعه هنری رو بتونن پیدا بکنن، نیاز به یه حمایت و پشتیبانی دارن که خب این ظرف این 10 سال گذشته من هدفم رو این گذاشتم که بیشتر به نسل جوان که نیاز به راهنمایی دارن و نیاز به کمک دارن برسیم، و در نتیجه در چاپ کتاب، در برگزاری جلسات مثل نمایشگاه نقاشی، اگر که نمایشگاه‌های گروهی، در برگزاری تئاتر روی صحنه اگه سالن بخوان بگیرن، برای رویدادهای مختلف فرهنگی هنری که مربوط به ایرانیان میشه، کمکی در حد توانی که من دارم به عنوان یه مؤسسه غیر انتفاعی خیلی فردی انجام میدم. خوشحال میشم که این کار رو بکنم، با من تماس میگیرم، وسیله تماس من همین رسانه های اجتماعی، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، همه اینها هستن، صفحه homasarshar.com هست که میتونن از اون استفاده کنن، پیام بفرستن برام، ولی کمبود ارتباطی نداریم، برای اینکه مرتب دوستانی که در لس آنجلس هم هستن میبینن هنرمندان جوانی که یه کمک کوچیک، دست کوچیک میخوان که پشتشون زده بشه برای اینکه راه بیفتن، به اتفاق بسیاری دیگر از دوستان، از جمله خود شما خانم دکتر زینی، همه ما این واقعا این توانایی که در خودمون هست رو در حد اکثر استفاده میکنیم برای اینکه این گروه های جوان رو پشتیبانی بکنیم، چون واقعا با توانایی هنری، با آگاهی زیاد و با هنرمندی خیلی فراوان از ایران میان، از اونجا سرخورده شدن، امکان این برای که در اونجا کار بکنن، هنرشون رو عرضه بکنن نیست، ولی اینجا که میان خب در یه محیط تازه خیلی سخته. ما خودمون موقعی که اوایل وارد امریکا شدیم، شما خیلی جوان بودید ولی ما در سنین بالا وارد امریکا شدیم، واقعا جا افتادن در یک کشور تازه که فرهنگش و زبونش و راه و چاهش و بلد نیست خیلی سخته. الان برای این بچهای جوانم که میان همین مسائل و مشکلات هست، با یه ذره کمتر، بخاطر اینکه جالبه برای من که بچهای که از ایران میان هنرمند چقدر انگلیسی همشون خوب صحبت میکنن، یعنی مشکل زبان حداقل که ما داشتیم اونا ندارن. ولی خب زمینی که خانم سرشار، بچه‌های جوونی که میان، من همیشه این امیدم بهشون میدم، میگم خیلی غر نزنین، اگه جای ما بودین چه کار میکردین، ما که اومدیم که اینقدر ایرانی نبود، اینقدر وسایل ایرانی اینجا نبود، اینا خودش کمکه. یعنی واقعا من حتی یادم از انگلیس که به لس آنجلس موو کردم، واقعا فکر کردم رفتم ایران، اینقدر تازه اون موقع اینقدرم ایرانی نبود که الان هست، ولی باز در مقام مقایسه با جایی که من لندن بودم که هیچ ایرانی واقعا اون زمان اونجا جایی که من بودم نبود، خب خیلی برام احساس تهران بودن و با ایرانی‌ها بودن رو کردم. بنابراین واقعا از اون بابت خب خیلی جای
خوشی و خوشبختی هست، ولی خب به هر حال همیشه نقل مکان کردن و مهاجرت کار سختی است. یکی دیگه از کارهایی که در ارتباط با خانم هما سرشار باز هم برای من بسیار قابل احترام هست، اون هم تجلیل از هنرمندان هست، چه در زمان حیاتشون چه در زمانی که از دنیا میرن. البته هنرمند هیچ وقت نمیمیره، همیشه کارهای هنریش باقی میمونه، ولی واقعا این رو هم سپاسگزارتون هستم، چون همیشه معمولا میگن ما ایرانی ها مرده پرست هستیم، وقتی یه نفر دیگه در میان ما نیست، به خصوص هنرمندان عزیزمون، بعدن یادشون میفتیم، بعدن فیلماشون رو میبینیم، تابلوهای نقاشیشون رو اپریشیت میکنیم، موزیکاشون رو دوست داریم. ولی خانم هما سرشار واقعا یه قدمی برداشتن در این راستا هم که کاریست بسیار متفاوت، یونیک برای ما ایرانی ها، و اون این هست که تا زنده هستیم هنرمندانمون رو قدرش رو میدونن با مجالسی که براشون برگزار میکنن، با اپریشیشنی که ازشون دارن، و واقعا تبریک بهتون میگم بابت این کار. به هر حال کارهای همه جالبی انجام میدید که باعث افتخار ما هستید در جامعه. و آن دت نوت یک برگزاری هم داشتن که سلیبریشن آف لایف هنرپیشه بازیگر عزیزمون خانم ویدا قهرمانی بود، که به راستی مراسم خیلی خیلی زیبایی رو در اسکربال سنتر همین چند روز گذشته شما انجام دادید، که کوشش کردیم با همراهی فرزندان نازنین ویدا قهرمانی، تورنج و ترمه و خسرو، و یک همطور که گفتیم در واقع یک بزرگ داشت زندگی پربار هنری ویدا قهرمانی بود که همچنان بعد از انقلاب در خارج از کشور فعال بود، در سینما، تئاتر، نقاش بسیار چیره دستی بود، کتاب نوشته بود، قلم خوبی داشت و گرده همایی فوق‌العاده زیبایی شد، به دلیل اینکه همه به خاطر شخص خود ویدا قهرمانی اونجا حضور داشتن، چون بسیارانی از هنرمندانی که مثل بلک کات، مثل مارتیک، مثل دیگران رو ویدا قهرمانی در اون زمانی که به عنوان یک پیشتاز کلوب کوچینی رو در ایران درست کرده و زیر پر و بال خودش گرفته و فکر کردم فقط من نرفتم کوچینی، اون شب شما هم نرفتید، گفتم خب not too bad it makes two of us. ولی در هر حال برنامه فوق‌العاده‌ای بود و همونطور که خودتون فرمودید با حضور این همه سخنران برنامه سر ساعت شروع و سر ساعت پایان گرفت. تبریک میگم. ذوقی که میکنم بخوام سرشار میدونن، هر وقت بهشون زنگ میزنم میگم پروژه جدیدتون چیه؟ یک بار گفت چرا انقدر منتظری من پروژه جدید داشته باشم؟ گفتم برای اینکه ماشاءالله هر کدومش بهتر از اون یکیه و واقعا ذوق میکنم. یادتونه من میخوام پروژه جدیدتون چیه؟ حالا و جالبیش اینجاست که دست به هر چیزی که میزنید، به هر کاری که میزنید زیبا به وجود میاد و برای ملت ایران. مرسی. در حال واقعا خسته نباشید. من دیگه باشه بشه دارم زیر میز. روی میز. نه اتفاقا بیشتر رو بزرگتر. در حال وقت برنامه ما متاسفانه به پایان رسید. صحبت بسیار هست در خدمت شما و خانم دکتر زینی عزیزم، و در حال ممنون هستم که تا این مدت رو با ما بودید، در کنار ما بودید. لانچ برنامه آر ویو هست در تلویزیون اندیشه، در خدمتتون بودیم. همونطور که گفتم هر دست به هر چیزی میزنن عالی در میاد، از اینجا میدونیم چون اولین بار با ما بودید این برنامه عالی پیش خواهد رفت. ممنون از دعوتتون، از اینکه در کنار شما دو بانوی نازنین بودم احساس افتخار میکنم و براتون آرزوی موفقیت های بیش از بیش. از تو به یک اشاره از من به سر دهید. قربان شما. بیننده های خوب و عزیز ممنون وقتتون هستیم. تا برنامه دیگر هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ممنونم از توجهتون.